سلام و درود شنوندگان عزیز، امیدوارم که صحتمند و سرحال باشین. بینندگان عزیز، در برنامه امروزی ما یک مهمان داریم، آقای بسم الله تابان، رئیس پیشین مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان. آقای تابان، شما رو با برنامه خوش آمدید میگویم و میخواستم برنامه خود را از اینجا آغاز کنیم با این پرسش که طالبان مدعی است که با حاکمیت این گروه در افغانستان امنیت سرتاسری در جغرافیای افغانستان حاکم است و همه شهروندان افغانستان در امن و امنیت به سر میبره. همینطور ما روزانه شاهد رویدادهای زیادی در گوشه و کنار افغانستان هستیم و بعضی رویدادهای بسیار وحشتناکی در گوشه و کنار افغانستان اتفاق میفته که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی که شهروندان افغانستان در از گوشه و کنار افغانستان را با ساب میدیا خبر میشویم و میشنویم، چون میدانیم که رسانه‌ها در کنترل طالبان است و با یک سانسور شدید مواجه هستند که همه جریان ها و رویدادها را نمیتونه پوشش بده و جریان اطلاعات بسته است. شما چه اندازه این ادعای طالبان را با هر آنچه که در جغرافیای افغانستان جریان داره، چه اندازه ادعای طالبان را میپذیرین و چه اندازه ادعای طالبان با هر آنچه در افغانستان جریان داره همخوانی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب آقای تجلیل، بسیار خرسند هستم شما را میبینم و تشکر از اینکه در این برنامه دعوت کردین. سلام خدمت همه بینندگان نهایت گرامی. ببینیم، بحث امنیت بسیار یک بحث گسترده است، یک بحث کلان است. از یک بود آن چیزی که متاسفانه در افغانستان خیلی معمول شده بود و تعریف مردم از امنیت و برداشت مردم از امنیت بیشتر مرتبط بود با ما حملات تروریستی و حملاتی که به شکل کتلهی مردم افغانستان آسیب میرسان، حملات انتحاری، ماینای کنار جاده، حملات موتربم و موارد شبیه ازی. بیشتر مردم افغانستان در اون زمان دوره جمهوریت هم تعریف و تصورش از امنیت و ناامنی بیشتر مرتبط بود به همین یک مسائل جرایم تروریستی. کمتر اتفاق میفتاد که در یک تعریف عمومی یا تعریف عامه مردم افغانستان شما مثلا کیسبوری و یا هم جرایم اجتماعی و جرایم خرد دیگه هم در زمره ناامنی های اجتماعی یا ناامنی ها در مجموع بیاره. طالبان ادعایشان چی در دور اول حکومتشان در دهه 90، آخر دهه 90 و چی بر فعلا، این از لحاظ نیت هم ما در طالبان نمیتونیم یک نیت را برای تامین امنیت و مبارزه با جرایم جنایی پیدا بکنیم و از لحاظ ظرفیت و تکنیک هم ما نمیتونیم در طالبان این ظرفیت و تکنیک را ببینیم که اونا با توجه به شرایط موجود و شیوه های یا اسلوب جرمی که در حال اتفاق افتادن است و روز به روز در حال تغییر است، در طالبان این ظرفیت هم متاسفانه دیده نمیشه و در روی هم رفته و در نتیجتاً مردم افغانستان است که قربانی تمام این شرایط میشه و مردم افغانستان است که باید هزینه این سهلنگاری های فکری و سهلنگاری های مسلکی و ساختاری و سازمانی را نه تنها سهلنگاری بلکه امو سوی مدیریتی یا نبود ساختاری و سازمانی و نیت منطقی برای مبارزه با جرایم جنایی را مردم افغانستان است که باید بپردازد. دقیقاً آقای تابان، یکی از موضوعاتی که همه شهروندان افغانستان به نحوی از اون متاثر شدن او مسئله فقر و بیکاری است و بخشی از مسائل جرم و جنایت برمیگرد به مسائل بیکاری و بخشی کلان دیگر از این سبب شده که شهروندان همونطوری که میبینیم روزانه صدها نفر چی به شکل قانونی و غیر قانونی از افغانستان خارج میشه. این روند همچنان ادامه داره، هرچند از سقوط افغانستان دو سال نزدیک دو سال کم و بیش میگذره، ولی روند ادامه داره. و در کنار این مسئله شما میدونین که مسئله مهاجرت متاسفانه برای افغانستان و بر شهروندان افغانستان یک تاریخ طولانی و دردآوری داره و دردآورتر از همه این که در وضعیت کنونی هم دو کشور همسایه پاکستان و ایران نه تنها که از مهاجرین افغانستان استقبال نمیکنه، اونا را نمیپذیره و روزانه صدها و هزاران نفر را دوباره برگشت میده. از این طرف طالبان یک وضعیت را به وجود آورده که مردم نمیدونه او وضعیت را تحمل کنه. در همچو بلا تکلیفی چی فکر میکنین که
این مردم تا چه زمان همچو وضعیت را تحمل خواهد توانست؟ در بخش اول سوالتان که تاثیر فقر بر افزایش جرایم یا افزایش جرایم جنایی، خدمت شما عرض بکنم که فقر یکی از فاکتورهایی است که یا عوامل است که تاثیر روی افزایش یا کاهش جرایم جنایی داره. بر اساس تحقیقات علمی در سراسر دنیا هم تثبیت شده که تنها فقر نمیتونه عامل کل جرایم باشه، یعنی یک بخش از عوامل یا یکی از عوامل عمده افزایش جرایم جنایی در جوامع میتونه باشه. در بسیار نقاط از جهان تحقیقات انجام شده، مردمان بسیار فقیر اما فضای امن از لحاظ جرایم اجتماعی داشته، جرایم جنایی داشتن، اما در بعض شهرهای بسیار ثروتمند با مردمانی که سطح درآمد بسیار بالا داشتند و سطح درآمد سرانه بسیار بالا داشتند، سطح جرم جنایی بسیار بالا داشتند. اینا خب این میتونه یک بخشی از مسئله باشه، اما در افغانستان زمانی که بحث جرم جنایی را مطالعه میکنیم بدون شک فقر میتونه یک از عوامل مهمش باشه، اما در کنار از او مسائل مواد مخدر، مسائل روانی، مسائل انکشاف شهری و مسائل سطح سواد و مسائل مشکلات خانوادگی یا پدیده هایی که در میان خانواده ها به عنوان فرهنگ پذیرفته شده اما در واقع او در شرایط امروز و با توجه به اقتضای شرایط موجود او در واقع فرهنگ پسندیده نیست، میتونه هر نوع عمل کرده بر اساس او فرهنگ باعث اخلال در نظم عمومی و نظم اجتماعی شود. تمام اینا را اگر کنار هم بگذاریم، در شرایط موجود در افغانستان عوامل بسیار گسترده برای جرایم جنایی در افغانستان موجود است و طالبان از هیچ لحاظ نتونسته این عوامل مدیریت بکنه و این عوامل کاهش بدن. حتی از نظم ترافیکی شما ببینین، حادثات ترافیکی هم بسیار بسیار بالا رفته در سطح شهرهای افغانستان و در شهرهای افغانستان، و از یک طرف قتل‌های ناموسی بسیار افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر موضوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و پدیده‌ای که بسیار طولانی مردم افغانستان را رنج دادن، مسئله اعتیاد بسیار افزایش پیدا کرده و جانب دیگر مسئله امکانات شهری بسیار سطحش پایین آمده، چی از لحاظ امکانات شهری و چی امکانات برای یک زندگی نرمال در سطح دهات افغانستان، خوش سالی ها و علاقمندی مردم برای مراجعه برای زندگی در شهرها و پاشنشینی در شهرها، انکشاف نامتوازن در شهرهای افغانستان، تمام اینا رو کنار هم بگذاریم به عنوان یک پازل، اما زمینه های فوق‌العاده‌ای برای جرایم جنایی را به وجود میاره که طالبان در هیچ کدام از این پازل ها نتونستن او را یا سلسله ای از زمینه های جرایم جنایی را قطع بکنه تا در واقع بتونه کاهش در جرایم جنایی بیاد. در بحث دیگه از سوال شما موضوع پدیده مهاجرت، اگرچه پدیده مهاجرت به عنوان یک حق بشری اگر فکر بکنیم بر اساس مقوله های مدرنش و یا هم از لحاظ تاریخی به عنوان یک بخشی از روند اجتماعی انسان ها اگر فکر بکنیم، بسیار موضوع مسابقه طولانی دارد و در افغانستان هم متاسفانه با توجه به عوامل متعددی که تا حداقل نیم قرن گذشته در افغانستان وجود داشته، موضوع مهاجرت هم یک پدیده لاینفک از زندگی اجتماعی مردم افغانستان بوده و تا هنوز هم تداوم داشته. اما آن چیزی که باعث نگرانی میشه در مسئله پدیده مهاجرتی است که با افزایش ناامنی ها و نبود زمینه های اشتغال و در عین حال نبود یک زندگی آبرومند و در عین حال نبود حداقل امکانات برای امرار معاش و زندگی و تحصیل و تمام اینا در رژیم موجود باعث شده تا این مهاجرت ها به شکل کتله‌ای صورت بگیره. نه تنها مهاجرت ها و جابجایی ها، نه تنها مهاجرت ها در بیرون از افغانستان، بلکه یک جابجایی های کتله‌ای در درون افغانستان هم در حال حرکت است و این جابجایی های کتله‌ای بخشش رفت میگیره با عوامل طبیعی مثل خشکسالی ها و مسائل دیگر، اما بخشی از این رفت میگیره با سیاستی که طالبان در پیش گرفتن بر علیه گروه های قومی خاص، بر علیه مناطق جغرافیایی خاص، باعث میشه که به طور اجباری جابجایی های داخلی صورت بگیره و شما نمونه های زیاد شد دارین در ولایت مثل جکندی انسان اونا دخیل هستند، شبکه های بسیار
کلان در ماحول افغانستان و در داخل مرزهای افغانستان، خصوصا مرزهای غربی و جنوبی افغانستان، بیشتر تقویت شدن و سر برآوردن و حمایت شدن تا از این پدیده مهاجرت به طور بسیار سرسام‌آور سوء استفاده بکنن و درآمد بسیار سرسام‌آور داشته باشن. در کنار پدیده مهاجرت تقویت کرده مسئله تمویل تروریسم که عبارت از قاچاق مواد مخدر است، قاچاق ارزهای خارجی از داخل افغانستان و از داخل به بیرون. تمام اینها در واقع اگر بریم از یک کانتکست بزرگتر ببینیم، اما طالبا چتر کلانی برای تمام زمینه های هست که متاسفانه به شهروندهای افغانستان به وجود آمده. بسیار خوب، همین شکلی که اشاره کردین آقای تابان، شما در صفحه تویتر یا اکس خود هم نوشته بودین که متاسفانه شماره از شهروندان افغانستان بالخصوص از اقوام هزاره از طریق ولایت هلمند افغانستان، چون مرز قاچاق مسیر بولدک قندهار بسته شده، میخواستن افغانستان را ترک کنن، اینا دگیر شماری از گروه های گروگانگیر افتادن. معلوم نیست این گروه ها کی هستن، اگر بشه جزئیات بدین و این گروه ها از کجا تأمین میشن، چطور در قلمرو طالبان که ادعای حاکمیت دارن و امنیت دارن همچو گروه های گروگانگیری میکنن؟ اما رقم شما یادآوری کردیم بعد از جنجال مرزی که در سپنگولدک به وجود آمد و تغییر رژیم رفت آمد در نقطه مرزی برای شهروندهای دو طرف مرز از طرف دولت پاکستان، باعث شد که سکتگی بسیار جدی برای قاچاق مهاجر در این مسیر به وجود بیاید و شبکه های قاچاق مهاجر بکار ننشستن، اونا مسیرهای بدیل دیگه ای را جستجو کردن، پیدا کردن، تقویت کردن که یک از او مسیرها مسیر از ولایت هلمند است و طرف ایالت بلوچستان پاکستان و در این حال است با اون مسیر طرف تفتان و سمت سیستان بلوچستان ایران. این مسیر یک از مسیرهای بسیار قدیمی قاچاق و مهاجر و در این حال تمویل تروریسم، قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر اصابت بوده اینکه در واقع برامچه میگن از لحاظ از اون موقعیت اون منطقه را برامچه میگن مربوط ولایت هلمند بشه. یک بازارچی مشترک هم با افغانستان یک زمان در بحث تبادله قاچاقچی های مواد مخدر در تبادله مواد مخدر در برامچه داشتن، چندی بار از طرف دولت افغانستان و نیروهای بین المللی و تخریب هم شد، اما زمینه های گسترده از مسیر مختلف ولایت هلمند و ولایت قندار به اینجا مسیرهای وجود داره که آل متاسفانه بر قاچاق مهاجر از استفاده میشه. در اطلاعاتی که من داشتم، البته موضوع رو من تقریبا یک ماه قبل نشته کرده بودم در ایکس یا تویتر خود، چندین شبکه در اینجا در داخل افغانستان فعال است. یک شبکه در خود شهر قندار فعال است، حتی یک شبکه هستن در کابل فعال هستن با این ترانسپورت های زمینی ارتباط دارن از کابل، از شهر قندار، از هلمند. آدم ها و امو مهاجرینی که علاقمندی دارن باید برن از افغانستان بیرون به مسیر پاکستان، اونا را با فریب از اینکه یک مسیر بسیار کوتاه و مختصر را پیدا کردیم و شما را انتقال میدیم، در بدل پول در ابتدا و بدل پول بسیار کم را زمان پیشنهاد میکنن تا مو جلب توجه مشتری شود و بعد زمانی که اینا را میارن در برامچه در واقع هم محل تقاطع یا محل تسلیم دهی یا تبادله از مهاجرین هستند یا پناهجوها، گرچند بخش از یا میتونن از امو کتلهایی باشن که کتلهای اجتماعی باشن که بر اساس جبر اجتماعی در داخل افغانستان مجبور شدن که حداقل به خاطر آرامش زندگی خود برن در نزدیکترین کشور که پاکستان است، اما بخش از یا یک مسیر طولانی دیگه را پیش روی دارن که میخواین برن در طرف اروپا و از مسیر ترکیه و ایران و بالاخره از مسیرهای مختلف دیگه بیاد به طرف کشورهای اروپایی. اینا زمانی که از هلمند و قندهار و کابل انتقال داده میشن با پول بسیار کم، وقتی که در برامچه میرسن
تسلیم شبکه از قاچاقچی‌های مهاجر که بیشتر شهروندان بلوچ پاکستان و ایران هستند و نزدیکی بسیار نزدیک با جندالله و جشنالعدل دارن، تسلیم از اونا میکنن. وقتی که به اونا تسلیم شد بدون از اینکه انتقال پیدا بکنه، اینا بین در سیستان بلوچستان ایران و یا هم به ایالت بلوچستان پاکستان، پیش از اینکه اینا انتقال شدن به این طرف، انتقال دادن میشه به تپه ها و کوه هایی که در منطقه برامچه در مرز افغانستان و پاکستان موقع داره که خارج از کنترل مرزی هر دو کشور هستن متاسفانه. و اینجا که انتقال بدن سر از یا اکثرا بیگاری میکنن، تونلا رو میکنن، سرکار رو جور میکنن و بعضی کشت و زراعت، اگرشن اونجا زراعت بسیار گسترده نیست، در حد بسیار کوچک چاکنی میکنن و این چیزا رو سر از یا بیگاری میکنن و فیلم میگیرن از اونا، به خانواده هاشون میفرستن، تماس میگیرن به خانواده هاشون، ازشون پول میگیرن. از هر نفر از اونا با تفاوت، مثلا اطلاعاتی که من دارم از یک نفر 3 لک کلدار گرفته، از یک نفر دیگه با 1.5 لک کلدار اعلام کرده، از یک نفر 300 میلیون تومان گرفته، از یک دیگه مثلا 200 میلیون گرفته، از یک 100 میلیون گرفته. بیشتر زمانی که یارو تحقیق میکنن و میبینن که اینا وابستگی مالی بهتر دارن، تعداد فامیلش مثلا در کشورهای اروپایی یا استرالیا هست و یا هم عضو سابق نیروهای امنیتی یا دفاعی بوده باشه یا فعال مدنی بوده باشه یا کسایی که احتمالاً کیس اینا داشته باشه، اینا رو بیشتر نرخ میگذارن و از اونا بیشتر پول میگیرن. حتی یک تعداد متاسفانه سربنیست کردن که اونا رو شناسایی کردن که اینا با دولت پیشین کار میکردن. اینا شبکه بسیار گسترده است. بعد اطلاعاتی که ما دارم، قماندان سرحدی طالبان در ولایت هلمند در اینجا مستقیما نقش داره و دست داره. یک نفر داره به نام فاروق که او در برامچه فعال است و پول او جمع جمع آوری میکنه با قماندان سرحدی کندک سرحدی طالبان در هلمند انتقال میده و کار دیگه ای را که انجام میدن، طرف به سر ازی مهاجرین یک تعداد از اینا را مجبور میکنه که بسته های را همراه خود انتقال بدن. این بسته ها بیشتر، یک تعداد از اینا بیشتر است حاوی از مواد مخدر هستند، به طرف ایران انتقال میدن. اگر گیر آمد خب اونو متاسفانه حتی به اعدام منجر میشه، اگر گیر نامد به طرف مرز، طرف تختان و ساروان و قسمت ها و گروه دیگه است که تسلیم میشن و مواد مخدر از اینا را. و در واقع استفاده چند منظوره از این مهاجرین میکنن، به علاوه که پول میگیرن، باجگیری میکنن، یک نوع وسیله برای قاچاق مواد مخدر و حتی قاچاق ارز هم از این استفاده میکنن. متاسفانه در بین از یک تعداد اطفال زیر سن یا جوانای زیر سن هستن که اونا بعضا بسیار بسیار شدید ناسیب میبینن و از اونا سوء استفاده میشه. حتی خانواده هایی را فریب دادن که با خانوادگی از این مسیر انتقال دادن، اکثر از اونا رو بسیار اذیت کردن. این چیزهایی هست که متاسفانه با توجه به شرایطی که پیش آمده کمترین اطلاع رسانی شده و تا هنوز هم این مسیر برای مردم یک مسیر امن معرفی شده. تبلیغات گسترده در شهر قندهار، در میان هتل هایی که بیشتر مسافرین از مناطق مرکزی، از کابل و از غزنی و به جای دوج انتقال میکنه، نمونده های زیاد بسیار تبلیغات مسیر آسوده رو میکنه برای زیاد و جلب مشتری میکنه. اما در واقع یک دام بسیار کنان هسته که تا هنوز اطلاع رسانی نشده. هر روز تعداد زیادی از هموطنهای ما و شما در این مسیر متاسفانه قربانی این پدیده میشه. بسیار خوب، آقای تابان یادآوری کردین که گروه های مختلفی در این قضیه دخیل، از جمله قماندان یا مو فرمانده سرحدی نیروی طالبان و از گروه جیش العدل نام بردین. آیا گروه جیش العدل اون گروهی هستند که گاهی ناگاهی در درون جغرافیا یا خاک ایران با نیروهای امنیتی ایران درگیر هستند و اینا تا حدی که ما اطلاعات داریم بسیار گروه های تندرو مذهبی اهل تسنن هستند که بیشتر گروگانگیریشان بیشتر بر مسائل اعتقادی هم بوده، یعنی گروه های خاص قومی اعتقادی که بیشتر هزارها دارای مذهب اهل تشیع هستن میگیرن. ما چنین چیزی را شنیدیم، آیا چنین چیزی بوده یا نه همه شهروندان افغانستان با در نظر بدون در نظر داشت مسائل مذهبی و قومی و مسائل گرفتن گروگان میگیرن؟ من شما عرض کردم این مسیر و مورد سوء استفاده چند منظوری قاچاقچی های مهاجر قرار میگیرن.
اطلاعاتی که ما با دو سه نفر از کسایی که از این بند آزاد شدن متاسفانه در بدل پول صحبت را که من امروز نکردم، حتی در زمانی که از اوراها و پیروان مذهب شیعه را شناسایی میکنن حاضر نیستن که اینا در موی چای آب کنجا هسته، حاضر نیستن که اینا در آب بکشن یا آب بخورن و یا هم ظرف در بین ظرفی که اینا هستن در بین زو غذا بخورن و هر لحظه اینا رو به عنوان مشرک و به عنوان کافر توهین و تحقیر میکنن. قیمتی که روی زنا میگذارن یا باجگیری که روی زنا میگذارن نسبت به شهروندای اهل سنت افغانستان بیشتر است. بارها اتفاق افتاده حتی کسانی که از اون مسیر بیشتر، البته خیلی کم از شهروندای دیگه اونجا از اقوام دیگه از اون مسیر استفاده میکنن، اما همون تعداد محدودی که در اونجا بوده هم از لازم و نرخ باجگیری زنا پایین بوده، هم یک تعداد هزار بدون باجگیری بعد از یک دو روز کار بیگاری یا مو خشکاری های سرش کرده بوده آزاد کردن. اما برخورد از اینا با هزاره ها و شیعه ها و کسانی که فکر بکنن اینا بیشتر اعتقادی هستن و کسانی که مثلا اتفاق افتاده یک رقصه کردن در اون روزی که رو گرفتن از پیش از اون را کرده که وقت نماز است با ما اجازه بدین که من نماز بخونم، تصور از اونی بوده که شاید خودم مذهبی معرفی بکنم اینا با ما رحم بیشتر کنن. زمانی که شروع کرده به نماز به اون صف که مذهب اهل تشیع با دست باز در هنگام نماز آمدن این را لطکوب کرده، توهین و تحقیر کرده و مانع ازی شده که نماز خود بخونه. اینا چندین منظوره هست، هم درآمد اقتصادی تبدیل شده این مسیر به یک درآمد اقتصادی و هم تبدیل شده به یک مسیر بر انتقام گیری های مذهبی قومی و هم تبدیل شده به یک مسیر بر قاچاق مواد مخدر از طریق این مهاجرین و قاچاق ارز از طریق این مهاجرین. یعنی در واقع یک چهارراه، یک مسیر بسیار خطرناک از چند بود تبدیل شده و من خیلی نگران هستم که تبدیل شده به یک کند پشت دوم در برای مردمی که بیشتر در اینجا قربانی هستن. تشکر. و چقدر احتمال از این میره که با وجودی که در جریان هستین زد و خورد های بین گروه جیش العدل و جندالله و نیروهای امنیتی ایران صورت میگره، از این نیروهای گروگانگیر به عنوان سپر استفاده کنه یا به عنوان سرباز از اینا استفاده کنه علیه نیروهای امنیتی دو کشور پاکستان و ایران؟ در منطقه کنار نگهداری میکنه از مرز ایران فاصله داره، یعنی نمیتونن به عنوان سپر در زمان حمله استفاده شو، اما ممکن اگر نیروهای دولتی پاکستان حمله بکنه در این منطقه ممکن اونا رو به عنوان سپر استفاده بکنه به عنوان گروگان و باجگیری ازی بکنن. اما در مورد ازی که بر علیه ایران استفاده بکنن، مگر اینکه اینا رو واسکت در جانشان بکنن، واسکت های انتحاری در جانشان بکنن، قتل ای داخل ایران بکنن و منفجر بکنن به هدف، ای احتمال داره. اما در غیر از اون خود منطقه ای که اینا استفاده میکنن و بیشتر گروگان ها در اوج نگهداری میشن از مرز ایران فاصلش بیشتر است، در داخل مرز پاکستان است، در مرز نقطه مرزی مشترک بین افغانستان و پاکستان در ولایت کرمان. و اشاره کردین که سر از این نیروها به عنوان نیروی کار استفاده میکنن، هدف از نیروی کار اونجا چیست؟ آیا کشت و زراعت است انجام میدن یا نه هدفشان تونلکنی است، سنگرکنی است یا مسائل امنیتی گونه؟ در منطقه صحبت را که امرای کسایی که از اونجا آزاد شدن من داشتم و یک شناخت نسبی را که بعد رو از منطقه دارم، زراعت گسترده نیست، یعنی زراعت نیست که اونجا یک زراعت کلان باشه و تعداد زیاد از اونا مصروف شدن، بیشتر اون منطقه را ممکن برای محلات جایگزینی از پروسس مواد مخدر، ذخیره‌گاه مواد مخدر و یا ذخیره‌گاه تسلیحات و مراکز ترنینگ و مراکزی که ممکن اگر نیروهای جندالله و نیروهای جیش العدل یک زمان به تنگنا قرار بگیرن، یک مخفیگاه مثل تورابورا و این چیزا در حال کندنکاری هستن و در اوج کندنکاری میکنن که برای فعلا ممکن اونو بیشتر کاربرد برای ذخیره مواد مخدر و یا سلاح اینا باشن، اما به شکل کلانترش ممکن تبدیل شده به یک مرکز مثل تورابورا با خاطر محافظت گروه های توریستی. یک جهان تشکر آقای تاوان از حضورتان در برنامه. خواهش میکنم.